میره تا زمان این مقاومت رو انتظار نداره خوش به مقاومت رو باشه با این این سابقه بسیار خواهد شد خارجیان برای ما تقنیم میگیرن حریفت های رو میتونن ما را قطعه آم میتونن تنها راه نجات ملت ایران حمایت از مقاومت بنازم که مجاهدین در حد توان و مقدورات خودشون در همه جا و در همه زمینها 30 سال است که رو در روی رژیم قرار دارند و این تنها سیاست درست مردمی، میهنی و انقلابی است. حتی در داخل زندان‌های رژیم هم خانواده‌های مجاهدین کسانی که به دیدار فرزندان و بستگانشون اومدند به اشرف آمدند امروز می‌بینیم که با چه شجاعت و با چه قهرمانی چنان که در خبرها شنیدیم میگویند که وقتی حق پایمال می شود مقاومت برمی انگیزد و ظالم مجبور است به دناعت روی بیاورد. میگوید که جرم من این است که در سال 84 برای دیدار پسرم به اشرف رفتم و به خاطر اون دیدار در بازگشت به حبس محکوم شدم و بعد هم جرم من این است که در سال 86 پس از تحمل حبس به خاطر رفتن به اشرف و دیدار با پسرم این بار به خاطر حضور در خاوران در سر مزار قتل عام شدگان سال 67 دستگیر و بعدش هم به محاربه و اعدام محکوم شدم. در این حال فریاد میزنم که حتی با اعدام و حلق‌آویز نمیتوان مرا و هموطنان آزاده ام را ترساند. به عکس این من هستم خانواده حقیقی اشرفی ها که اونها رو ترسوندم که مجبورند اعدامم بکنند و به عنوان کسی که فرزندانم در اشرف هستند به عنوان کسی که فرزندانش رو خانواده حقیقیش رو به تازگی مثل فرزاد و علی و فرهاد و شیرین و مهدی به دار آویختند و از این پیشتر هم هزاران فرزند دیگر رو پس فریاد میزنم به عنوان یک ایرانی به عنوان یک موحد تنم گر بسوزی به تیرم بدوزی کجا کی توانی ز قلبم رو با ای تو عشق میان من و میهن من. این عین عبارات کسی است که در مجموع در طول عمر خودش 23 سال رو در زندان سپری کرده و باز هم میگوید که آماده حلق‌آویز و اعدام است.